دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسات قبل لوگاریتم رو با هم شروع کردیم. توی این جلسه میخواییم با خواص لوگاریتم شروع کنیم آشنا شدن. قبل از اینکه بریم سراغ اولین خاصیت لوگاریتم، بذارید شیرازه مبحث لوگاریتم رو دوباره با هم مرور کنیم. اگر داشته باشیم که لوگاریتم b در مبنای a برابر x، این دقیقا برابر اینه که بگیم اگر a به توان x برسه برابر با b میشه. و در عبارت دیگه x عددیه که a مبنای لوگاریتممون اگر به اون توان برسه b رو تولید میکنه. حالا اولین خاصیتی که میخوایم ثابت بکنیم اینه که لوگاریتم b به توان d در مبنای a برابر با d برابر لوگاریتم b در مبنای a. خب برای اثبات از این مرحله شروع کنیم. من اول میام دوباره همون خطی که این بالا نوشتم و این پایینم تکرار میکنم تا بخش از اثباتم بشه. میگم که لوگ، ما فرض میکنیم که لوگ b در مبنای a برابر با x. دقیقا اینجا گفتیم و من دوباره مینویسم که این به این معنیه که اگر a به توان x برسه برابر با b میشه. حالا من این دو طرف تساوی رو هر دوش رو به توان d میرسونم. چون هر دو طرف تساوی رو به توان میرسونم، به توان یکسان میرسونم، همچنان تساوی برقراره. پس از این قرار میشه که a به توان x به توان d برابر میشه با b به توان d. میدونیم که تو مبحث توان خوندیم که وقتی یه همچین حالتی داشته باشیم که یه عدد یه بار به یک توان برسه و دوباره کل این مجموعه به یه توان برسه، این دوتا توان ضرب داره همدیگه میشن و مثل اینه که اون عدد به توان حاصل ضرب دوتا توان برسه. پس در نتیجه ما تساویمون به این حالت در میاد که میشه a به توان x ضرب در d برابر میشه با b به توان d. حالا من میخوام این تساوی توانین رو به صورت لوگاریتمی برسم. یعنی دقیقا میخوام حالا از این جهت از توان به لوگاریتم برسم. میگم اگر من بخوام این تساوی توانی رو به صورت لوگاریتمی بنویسم، از این قرار میشه که لوگاریتم b در مبنای d، لوگاریتم b به توان d بر مبنای a برابر با x d. درسته؟ چرا درسته؟ چون میگم وقتی که میگم لوگاریتم b به توان d بر مبنای a برابر x d شده، مثل اینه که بگم a اگر به توان x d برسه برابر با b به توان d میشه، چیزی که اینجا داشتیم. خب حالا خیلی لازم نیست راه دوری بریم، همین بالا رو نگاه بکنید. بالا رو اگه نگاه بکنید میبینیم که ما نوشتیم که لوگاریتم b در مبنای a برابر x. پس ما میتونیم این x رو جایگزین بکنیم با معادل لوگاریتمیش و در نتیجه به این صورت در میاد تساویمون که میشه لوگاریتم b به توان d بر مبنای a برابر میشه، من جای x معادل لوگاریتمیشو که لوگاریتم b در مبنای a رو قرار میدم، میشه لوگاریتم b در مبنای a ضرب در d. خب شاید بگید من هنوز اون چیزی که میخوام ثابت نکردم، ولی من چون در ضرب خاصیت جابجایی داریم، من به این صورت میتونم بنویسم، جای این دی و لوگاریتم رو عوض میتونم بکنم، میشه به این قرار که لوگاریتم b در به توان d در مبنای a میشه d ضرب در لوگاریتم b در مبنای a، که این ضرب هم میتونیم ننویسیم و به استعاره تر در بیاد به این صورت که لوگاریتم b به توان d در مبنای a برابر میشه d برابر لوگاریتم b به توان a. پس ما به این نتیجه رسیدیم اگر یک عدد عدد b به توان d برسه، مثل اینه که لوگاریتم خود b در مبنای a ضرب در d بشه. حالا یه مثال حل میکنیم که برامون جا بیفته. فرض بکنید مثالمون این باشه که داریم لوگاریتم 64 در مبنای 2 برابر با چند. خود 64 رو ما میدونیم 64 برابر با 2 به توان 6ه، در نتیجه لوگاریتم 64 بر مبنای 2 میشه 6. اما من اینو میتونم از یه راه حل دیگه حل بکنم، بگم لوگاریتم 64 در مبنای 2، چون 64 خودش برابر با 8 به توان 2، مثل اینه که بگم لوگاریتم 64 در مبنای 2 برابر لوگاریتم 8 به توان 2 در مبنای 2. و طبق تساوی که ما اینجا ثابت کردیم، لوگاریتم b به توان d ضرب در a برابر با
دی برابر لگاریتم بی ای. در نتیجه لگاریتم 8 به توان 2 در مبنای 2 میشه 2 برابر لگاریتم 8 در مبنای 2. که لگاریتم 8 هم در مبنای 2 چون میدونیم 2 به توان 3 برابر 8 در نتیجه این مقدار لگاریتم 8 در مبنای 2 برابر با 3. در نتیجه لگاریتم 8 به توان 2 در مبنای 2 برابر با 2 ضرب در 3 که برابر میشه 6. برای ما چه خود 64 رو مستقیما حساب میکنیم که 2 به توان چه عددیه و از اون طریق لگاریتم 64 در مبنای 2 رو حساب کنیم. چه اینکه 64 رو می نوشتیم 8 به توان 2 و از خاصیت تبدیل توان به ضرب لگاریتم استفاده میکردیم، دو راه حل به ما جواب 6 رو میده. من اینجا یه اسمم گذاشتم روی این قضیه. روی این قضیه که ما توان عددمون رو میتونیم به حالت ضرب لگاریتممون در بیاریم. یعنی وقتی که بید به توان دی میرسه در لگاریتم، مثل اینه که لگاریتمش رو ضرب در دی بکنیم. لگاریتمش رو در مبنای پایه ثابت رو ببینید، دو طرف هر دوتا پایه‌مون ایه. خب مرسی که تو این جلسه با من بودید. این اولین خاصیت لگاریتم بود که ما باهاش آشنا شدیم. به نظرتون هنوز جا افتاده که لگاریتم چیز مهمی بوده یا نه؟ نه؟ منتظر باشید، هنوز خواص دیگه ای هم داره که باهاش آشنا میشید. تو جلسه بعد میبینمتون. فعلا خدافظ.